این گفتگو اون هیچ ربطی به بدنسازی نداره، گفتگو فوتبالیه. حساس ترین دربی سالهای اخیر رو در پیش داریم. فراد عزیزی عزیز دوبانه یه استقلالی تیر و آقا جهان مریدیان هم توی پرسپولیس تیره. عرض ادب. سلام، خسته نباشین. خسته نباشین به شما، آقای فرهاد عزیزی گل، رفیق خوبم و همه رساندرکاران غرفه میلانو. آقا فرهاد سلام، عرض ادب دارم خدمت شما. اولش تبریک بگم خدمت همه پرسپولیسی‌ها، بلخص عمو جهان گل، یکی از اون پرسپولیسی‌های اصیل و با اخلاق، قهرمانیشون تو لیگ برتر رو، ولی خب این دربی داستانش فرق می‌کنه. آقا جان من انشالله فکر می‌کنم بازی خوبی بشه، چون که هر دو تا تیم میخوان ببرن و فکر میکنم احتمال 99% با اینکه با بازی‌های پرسپولیس و استقلال من کلا زیر نظر داشتم، فکر میکنم کفه ترازو سنگین‌تر باشه طرف پرسپولیس. میگه سنگین‌تره. منم پرسپولیس به عنوان یه تیم با کیفیت خیلی قبول دارم. تو تمام پستا پرسپولیس در واقع یک الا دو تا بازیکنی که سابقه شاید جام جهانی یا ملی رو دارن داره، ولی اون شروع هیجانی که ساپینتو با خودش فوتبال ما آورده، فوتبال مدرنی که ارائه میده و تونسته، ببین کاری که ساپینتو کردن از من خیلی بزرگ بوده، تونسته از بازیکنای شاید با کیفیت 50% 100 بازی بگیره. خب و الا بازی گرفتن از وحید امیری و نمیدونم ترابی و بازیکنای دیگه که کاری نداره، خب اونا به اختیار خودشون هم برن تو زمین بازی رو در میارن. به نظر من اتفاقا تو این دربی دست بالا رو استقلال داره، چون هم انگیزه دارن، هم بازیکن‌ها فشارهای روحی روانی زیادی تو این فصل تجربه کردن. واقعا چالشی که استقلال گذروند با تیم‌های دیگه خیلی فرق می‌کرد و فکر می‌کنم آخر فصل خوبیه. چرا؟ چون هم یه بازی هیجان انگیز از یه تیم واقعا استخوندار و کامل و جا افتاده پرسپولیس، یه تیمی که واقعا فوتبال زیبا بازی می‌کنه استقلال رو داریم، که به عنوان استقلالی امیدوارم با احترام به تمام پرسپولیسی‌ها 100% این دربی به نفع استقلال تمام خواهد شد. آقا داور خارجی استقلالی ها میگفتن باید بیارن برای مسابقه، میگن خیلی به نفع شما گرفتن تو دربی ها مخصوصا. من فکر میکنم اگه داور خارجی می آوردن آقا فراد، به نظر من به نفع پرسپولیس، چون که تا حالا ثابت شده که الان ما تو همین آماری که واسه خدمت آقای عزیزی مرتب میفرستم اذیتش میکنم داشتیم که پرسپولیس بیشتر متضرر شده، یعنی ضرر بیشتری کرده توی چیز بازی‌های لیگ. آره. البته این بازی فرق میکنه، انشالله که به امید خدا بازی توی زمین مشخص بشه. چند میشه؟ به نظر من 2-0 میبره پرسپولیس. تو 90 دقیقه. انشالله. علی بازم تبریک میگم قهرمان پرسپولیس. پرسپولیس موقع قهرمان شد که بیرون محوطه حمله براش تو بازی با مثل سرچشم پنالتی گرفتن. دقیقاً اونجا در واقع تکلیف قهرمانی لیگ مشخص شد. اصلا در مورد داوری که اصلا ورود نمی‌کنم، حضور داور خارجی، حالا من درسته چند تا بازیکن استقلال مسابقه کردن، فقط از یه نظر میتونست بهتر باشه. اونا یه همچین جوابی رو چندین و چند بار شاید تجربه کرده باشن و کنترل خودشون رو از دست ندن زیر فشاری که حالا تماشاچی یا مربی‌ها میارن. ولی دربی داستانش فرق می‌کنه، دربی اتفاقاته، یعنی اصلا نمیشه پیش بینی کرد، ولی به نظر من اینجوری که داره پیش میره این فصل باید برای استقلال قشنگ تمام بشه. آقا حالا یه سوال فارم بپرسم، برای بدنسازی داور خارجی بیاریم یا نه؟ اصلا ما اینقدر داور خوب داریم اینجا که نیاز نداریم به داور خارجی. آقا دیگه داور خارجی بیشترین مسابقات و آقای روشالا اینو که من جدی میگم، بیشترین مسابقات تو کل دنیا تو تهران برگزار میشه. بله. ما هر کدوم هر حوزمون از جهانی خیلی با کیفیت تر و با جمعیت بیشتر، هم از نظر بدنها هم از نظر برگزاری بهترینه. داورامون هم خوبن چون زیاد بدن میبینن. ما الان آقای عزیزی جز داورای خوب ما، داورای ما انقدر بدن میبینن. یه داوری که من خودم یه 2 ماه که مسابقات میگذره بعد 2-3 ماه میخوام بیام داوری کنم، باز اون یه مقدار هول و هراس دارم. تو حساب کن اون داورای جهانی معمولا 6-7 ماه یه سال فاصله داره. اعتراض هم آقا دیدیم داور خارجی هم ما دیدیم بچه‌ها اعتراض میکنن. یه در تایید فرمایشات جناب مریدیان یه عرضی داشته باشم خدمتتون، تو گرند پریکس ارمنستان سر فراخوان اول ورزشکارا با آقای خوزماریا جر و بحثم شد، دو تایی میز داوری رو ترک کردیم رفتیم بک استیج. به من گفت منو میشناسه، گفتم کاملا، گفت من از سال 2005 داوری میکنم، گفتم به سلامتی، گفت مسابقات خیلی زیاد دیدم، گفتم بسیار عالی، بعد گفت خب به رأیم اعتقاد داری، گفتم نه،
گفت چرا؟ گفتم چون شما سرداوری و داری اعمال نفوذ میکنی تو فراخانت و متاسفانه داورای گرجی روس هم دارن از دست شما میرسن. ورزشکار ما رو تو 5 تا فراخان اول نخونده بودم متاسفانه. بعد بهش گفتم دعوتش کردم، گفتم منم یه ورزشکار آی فی پرو ایرانی ام، داوری های زیاد تو ایران کردم، دعوتت میکنم بیا یکی از حوزه های ما رو، بهش گفتم ایالت، بیا یکی از حوزه های ما رو داوری کنی، بدونی که از 2005 تا الان مسابقه ندیدی، یعنی باعث بیای تو ایران آپدیت بشی. و اینکه اگه بحث فوتبال رو بذاریم کنار، تو اتفاقا تو پرورشنده ما میتونیم داور صادر کنیم. یعنی من به شخص خودم رفتم پارسا مسابقه ارمنستان و سردار نشستم یه تنه درآوردم، بچهای دیگه همون همینطور. دیگه از امید جبلی نباید تعریف کنم، از استاد موردیان یه تنه داره یه استان 20 میلیون نفری رو مدیریت میکنه. و اصلا داوری یعنی ایران، یعنی هر کی تونست تو ایران داوری کنه واقعا میتونه تو مسابقات جهانی بزنه. اصلا داوری نده مسابقات جهانی، خیلی راه واضحه رأی. بسیار عالی. در تایید حرفای آقای عزیزی عزیز، ببین داوری تکرار و مکررات، یعنی شما اگر زیاد داوری نکنی میاد سطح پایین. به خوندن دو تا مقاله و رفتن دو تا سمینار نیست، یعنی شما باید، ما هر جلسه که میریم، هر حوزه‌ای که میریم مسابقه، باز میبینیم یه چیزایی تازه یاد گرفتیم از بچه‌ها. یعنی شما فکر نکن که مثلا ما میگیم بچه‌هام کاملاً خیلی کاملاً، ولی بازم هر دفعه که میان فکر میکنن یه چیزی یاد گرفتن. و من امیدوارم که انشالله که به امید خدا داورامون هم همینجور که آقا فرهاد گفت مسابقات خارجی برن. نه پیشرفت که داریم، ما داورای خوب زیاد داریم. گل سبس، گل سرسبدشون هم آقا امید گله. انشالله که همینجوری که مسابقاتمون خوب برگزار میشه، خوب میرن بیرون مسابقه میرن میدن، داورامون هم به همین سیستم انشالله برن، که هیئت تهران یه تمهیدادی انشالله قرار انجام بده. بسیار ممنونیم از دو عزیزمون آقا فرهاد و آقا جمال. من توی پرسپولیسی استقلالی بودن تعصب دارم، ولی فرهادو خیلی دوست دارم به خاطر پرسپولیسی بودنش، نه به خاطر رفاقتش. بله بله، این صحنه ها رو هم داشته باشیم، چقدر زیبا. آقا مخلص.